سلام، به کانال زن روز خوش اومدین. لطفا قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشین. امروز میخوام در مورد قوی ترین زنان دنیا آنگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان براتون صحبت کنم، پس با ما همراه باشین. کمتر از 10% اعضای سازمان ملل متحد را زنان تشکیل دادن، اما همین شمار اندک به قدری قدرتمند هستند که توانستن با تلاش هوشمندانه خود در تحولات اخیر جهانی تأثیر شگرفی داشته باشند و نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. زنانی که تاریخ را تغییر دادن و با ثروت و نفوذ رسانه‌ای و قدرت کلام خود در مقابل انکار جنسیت زده ایستادگی کردند. اکنون شانه به شانه مردان سرشناس و چه بسا برتر از آنها در تلاش برای ساختن جهانی بهتر هستند. در صدر زنان سیاستمدار و قدرتمند دنیا صدر اعظم کشور آلمان آنگلا مرکل نشسته است. نخستین بانوی صدر اعظم در تاریخ آلمان از سال 2005 فعالیت سیاسی خود را در این مقام شروع کرد و از همان زمان به رهبری دولت ائتلافی مشغول است. وی تا سال 2009 از حمایت حزب همپیمانش یعنی اتحادیه سوسیال دموکرات آلمان برخوردار بود. اما در سال 2009 و خروج سوسیال دموکرات ها از دولت، مرکل دولت ائتلافی جدید را با مشارکت حزب دموکرات آزاد تشکیل داد. آنگلا مرکل با کاهش نرخ بیکاری و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور آلمان توانست در سال 2016 میلادی به تولید ناخالص داخلی 3.5 تریلیون دلار دست پیدا کند. اصلاحات خدمات درمانی و همچنین سیاست‌های درهای باز برای سیل مهاجران در سال 2015 و 2016 از عمده‌ترین مسائلی بود که مرکل و دولتش را درگیر کرد. این زن قدرتمند جهان لیسانس فیزیک و دکترای شیمی فیزیک دارد. او را سیاستمداری غیر قابل پیشبینی، مرموز، بی‌رحم و عملگرا می‌خوانند. درباره مرکل و در واقع سیاست کنونی حزب او گفته می شود او گرایش سنتی آلمان به فرانسه که پایه تشکیل یک اتحادیه اروپای قدرتمند است را می شکند و مانند تونی بلر و مارگارت تاچر بیشتر گرایش به نزدیکی با آمریکا دارد. این برای اتحادیه اروپا مسئله مهمی است، وگرنه در زمینه سیاست‌های اقتصادی اختلاف احزاب بزرگ حاکم در اروپا بسیار کم شده است. از مرکل به عنوان مارگارت تاچر قرن 21 یاد می شود. آنگلا مرکل رهبر دفاکتو اتحادیه اروپا خوانده شده است. مرکل مشارکت اعضای آلمان را رد و شرط آن را همراهی دیگر کشورهای عضو ناتو اعلام کرده است. مرکل در سال 2015 از سوی مجله تایمز به عنوان شخصیت سال برگزیده شد و این نشریه او را صدر اعظم دنیای آزاد نامید. همچنین وی در سال 2016 برای دهمین سال به عنوان قدرتمندترین زن دنیا از سوی مجله فوریس برگزیده شد. آنگلا مرکل که اولین فرزند خانواده بوده است، در 17 ژوئیه سال 1954 در هامبورگ از پدری کشیش و مادری معلم زاده شد. خانواده او اندکی پس از تولد وی به شهر کوچک تمپلین در نزدیکی برلین در آلمان شرقی مهاجرت کردند. او تحصیلات خود را تا مقطع دکترا در رشته شیمی کوانتوم ادامه داد و تا سال 1989 به عنوان یک دانشمند محقق به کار مشغول بود. او تجربه دو زندگی زناشویی دارد. در طی دوران تحصیل با همکلاسی خود اولریش مرکل آشنا شد و در 23 سالگی با او ازدواج کرد و نام خانوادگی خود را از کاسنر به مرکل تغییر داد. بعد از انقلاب‌های سال 1989 در آلمان، مرکل وارد سیاست شد و در مدت کوتاهی به عنوان سخنگوی اولین دولت دموکراتیک آلمان شرقی تحت رهبری لوتار دمزیر مشغول به کار بود. بعد از اتحاد دوباره آلمان در سال 1990، مرکل در دولت تحت رهبری صدر اعظم هلموت کول وی به وزارت فدرال خانواده، سالمندان، جوانان و زنان منصوب شد و کمی بعد عهده‌دار وزارت فدرال محیط زیست، حفاظت از طبیعت، ایمنی هسته‌ای شد. پس از شکست اتحادیه دموکرات مسیحی در انتخابات فدرال 1998، مرکل به مقام دبیر کلی این حزب رسید. دو سال پس از این و در پی تبعات رسوایی هدایا به حزب اتحادیه دموکرات مسیحی که باعث کنار رفتن رهبر این حزب شد، مرکل اولین زنی در تاریخ آلمان بود که مقام رهبری حزب دموکرات مسیحی و همزمان رهبری اپوزیسیون آلمان را به عهده گرفت.
پس از انتخابات فدرال 2005 در آلمان و شکست حزب سوسیال دموکرات، مرکل جانشین گروهارد شرودر به عنوان صدر اعظم آلمان در یک دولت ائتلاف بزرگ از اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن، حزب خواهر آن در ایالت بایرن و حزب سوسیال دموکرات آلمان شد. مرکل اولین زن در تاریخ آلمان و اولین شهروند سابق آلمان شرقی بعد از اتحاد مجدد آلمان بود که به مقام صدر اعظمی آلمان می رسید. بعد از کسب نتایج بهتر در انتخابات فدرال سال 2009، مرکل دولت ائتلافی با حزب دموکرات آلمان را تشکیل داد. اما این ائتلاف در انتخابات فدرال سال 2013 با وجود 41.5% آرا از سوی اتحادیه دموکرات مسیحی به دلیل اینکه حزب دموکرات آزاد نتوانست وارد بوندستاگ شود ادامه نیافت و سومین دوره زمامداری مرکل دوباره در ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات آغاز شد. مرکل در سیاست خارجی خود بر همکاری‌های بین‌المللی هم در چارچوب اتحادیه اروپا و ناتو و هم بر تقویت روابط اقتصادی ترانس آتلانتیک تاکید دارد. در سال 2008 مرکل ریاست شورای اروپایی را بر عهده داشت و در این مقام نقش اصلی را در مذاکرات پیمان لیسبون و بیانیه برلین ایفا کرد. مرکل نقش مهمی در مدیریت بحران مالی جهان در سال 2007 و 2008 میلادی و بحران بدهی اروپا ایفا کرد. او در مورد طرح محرک اتحادیه اروپا در سال 2008 با تمرکز بر هزینه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری عمومی برای مقابله با رکود بزرگ مذاکرات فراوانی به انجام رساند. در سیاست داخلی برنامه مرکل بر توسعه بخش انرژی به همراه حذف تدریجی انرژی هسته‌ای در آلمان و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش منابع انرژی تجدیدناپذیر متمرکز شد. اصلاحات ارتش آلمان که باعث لغو خدمت سربازی شد، اصلاحات مراقبت‌های بهداشتی، واکنش دولت او به بحران مهاجران اروپا در سال 2014 و همه‌گیری کووید 19 در آلمان از مسائل مهم در دوران صدارت او بودند. او از سال 2014 رهبر ارشد گروه 7 بود و قبل از آن نیز بین سالهای 2011 تا 2012 رهبری این گروه را بر عهده داشت. از سال 2014 او طولانی ترین دوره رهبری را در بین رهبران کشورهای اتحادیه اروپا کسب کرد. مرکل در اکتبر 2018 در کنوانسیون حزبی اعلام کرد که از مقام رهبری اتحادیه دموکرات مسیحی کناره‌گیری می کند و در انتخابات فدرال 2021 آلمان نامزد مقام صدر اعظمی برای پنجمین دوره نخواهد شد. وی در مورد آموزه‌های پاندمی کرونا گفته بود که آلمان و اروپا باید وابستگی خود به تجهیزات حفاظتی برای کادر درمانی را کاهش دهند. وی بحران ویروس کرونا را بزرگترین آزمون برای اتحادیه اروپا از زمان تأسیس آن خوانده است. مرکل تاکید کرده که به نفع تمام اعضای اتحادیه اروپا است که در این روزهای سخت یکدیگر را تقویت کنند. وی اضافه کرد برای بقای اتحادیه تنها پیروزی بر ویروس کرونا مهم نیست، بلکه بازسازی اقتصادی و جبران خسارت‌های ناشی از کرونا حائز اهمیت است. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای این بانوی قوی دنیا.